ما رفیق بازی پای حق وای میسیم، بزن میزنیم، بکشین میکشیم، ما هفتا تا تهش میریم ولی نمیبخش، تهش هرچی که باشه بازم هستیم، بازم هفتیم. سلام دوستان، خوش اومدید به چنل خودتون. من امیر عباس هم و اینجا فیلمالوژی. من و امین اینجا راجع به فیلم، سریال و دنیای سینما صحبت میکنیم و اگه به این محتوا علاقه دارید و هنوز کانال ما رو ساب نکردین، چی کار دارید میکنید با زندگیتون؟ سری کانال ما رو ساب کن ببینم لایکیاتون نره. بریم برای ادامه ویدیو. دیالوگی که اول ویدیو گفتیم تو خلاصه فیلم نوشته شده بود و از نریشن های جذاب فیلم بود. نقطه قوت فیلم توی همین نریشن گوییشه، ولی اتفاقا نقطه ضعف سریال هم یه جورایی تو همین سریال جنایی و ملودرامی که خیلی نریشن محوره. دنیای درون هر کدوم از این هفت دانشجو رو با نریشناشون میشناسیم، اما خب یکم لحنشون با فضای دارک سریال نمیخونه. البته درسته قسمت یک معرفی و آشنایی بود و هنوز اتفاقی نیفتاده، ولی خب دو قسمت دو هم همین موضوع اذیت میکنه. از اینجا به بعد ویدئومون اسپویل داره، اگه دو قسمت اول رو ندیدین رو اسپویل حساسین، همینجا با هم خدافظی میکنیم. اما قبلش خلاصه بگم دو قسمت خوبی بود و من پیشنهاد میکنم ببینیدش. درباره یه هفته جوونه که توی محیط دانشگاهشون یه کافه با ماشین درست میکنن. لایک و ساب هم یادتون نره. داشتم میگفتم نشانه های سابر اول کم داره، یه نوید محمدزاده، یه هوتن شکیبایی. در قسمت دوم قاضی و نماینده دادستان که دارن نرشن میگن صداشون خیلی استایل رادیویی داره و اذیت کننده است برای سریال. سریال نسبت به سریالای اخیر تماشاخونه که اکثرشون داغون بودن خیلی بهتر بود، اما نسبت به نمایش خونگی ها میشه گفت سریال متوسطه، خیلی های لول نبود. انگاری که سریال 4 سال پیش ساخته شده بود و خب مثل اینکه سر قرار داد و اینا یه سری مشکلا بود. بعدا بگم خب همچین استایلی، همچین سریالی بعد از 4 سال سریال خوبیه. سریال خط داستانی مرتبی نداره، یعنی اول سریال آینده‌شون رو می‌بینیم، بعد گذشته‌شون رو و بعد میاد تو حالشون. منظورم از حال اون خط داستانیه که اصلی تره و زمان بیشتری رو به خودش اختصاص داده برای همراه کردن مخاطب. در واقع بقیه خط داستانی ها به صورت تیزر یا مقدمه سور دیتاهای مبهم یا نصف نیمه‌ای بهمون میدن و این استایل دقیقاً توی قسمت دوم هم حفظ میشه. خب نوع داستانگویی ریسکیه، توی این دو قسمت هم خوب عمل کرده، امیدوارم قسمت‌های بعدی هم همینطور پیش بره. تیتراژ سریال خیلی بد بود، زده حال بود، یه افکت مزخرف، نوع اسنرسیا مزخرف، حال نکردم. موزیک سریال یه موزیک هیجانیه که خب عین بقیه موزیک هاست، خیلی خاص نیست، اما امیدوارم خط داستانی هم بعضی موسیقیش هیجان داشته باشه، نه اینکه بخوام به زور آهنگ حس هیجان رو منتقل کنن و بشه هیاهویی برای هیچی، عین تیزرهای فصل دوم زخم کاری. و یه چیز عجیب این که از این کارگردان یعنی کیارش اسدی زاده داره دوتا سریال همزمان تو پلتفرم های نمایش خانگی پخش میشه. دفترچه یادداشت توی فیلم نز که ویدئوی معرفی و قسمت یکش هم تو چنل هست، اگه ندیدین حتما برید به سر بزنید، که شاهد بازی طنز رضا عطارانیم توی این سریال، اونم بعد از سالها. همین سریال 7 که اینم ویدئوی معرفیش تو چنله. سریال قرار بود 7 قسمت باشه شبیه به اسمش، اما خب مثل اینکه تصمیم گرفتم 20 قسمت باشه، کاملا بی ربط به اسمش، که خب ای کاش تو همون 7 قسمت جمعش میکردن، هم از لحاظ قسمت بندی و تایم استاندارد جهانی، همین که ریسک آب بندی سریال رو میآوردی پایین، یعنی مجبور نمیشدی مثل زخم کاری مخاطب رو خسته کنی. چقدر دیس کردیم زخم کاری تو این ویدیو. بازیگرای معروفی داریم تو سریال، ولی خب تو سینما خونگی ایران این اصلا دلیل نمیشه برای اعتماد به سریال طبق تجاربم. درسته این نمیتونه مهر تاییدی باشه برای خوب بودنش، اما از بازیگرا بخوام بگم رضا کیانیان، مهدی هاشمی، نیکی کریمی، علی مصطفی، امیر جعفری، هانیه توسلی، پانتا، بهرام و کلی بازیگرای دیگه، و البته بابک حمیدیان با اون استایل و گریم عجیبش تو سریال که خیلی شبیه به کراکتر فلوکی توی سریال وایکینگاست. آره انگاری لایف استایل خاصی رو براش طراحی کردن تو سریال. علاوه فنی، کارگردانی و تدوین هم خیلی خوب بود. اصلا گفتم منم تو ویدیو معرفیش، شخصا به خاطر سریال کرگدن اسدی زاده رو به خاطر رنگ و قاب بندی های درستش هرای سناش خیلی میپسندم. بازیگرا هم خیلی خوب بودن. آره مخصوصا آقا نیسای مولوی که یکمی منم شبیه آجرین بردی بود سال بازیگریش. بله خب ما دو نفریم، ولی یه نفر در واقع تا همون قسمت یک میمیره ایشون که اسم کاراکترش فکر میکنم اردلان شیرازیه، درسته؟ آره در واقع بعد مردنش میشن 7 نفر متاسفانه.
و اون دیالوگم برای همین بود. امیدوارم بازم تو قسمت‌های آینده ببینیمشون آقا رو. از اونجایی که خط داستانی هم مرتب نیست، احتمالش 100%. دیگه چیزی از قسمت 1 نمونده. یکم هم درباره قسمت 2 حرف بزنیم و هیچی دیگه، همین. قسمت دوم، مهمترین قسمت این قسمت اون قسمتی بود که نماینده دادستان میگه اشد مجازات اعدام. اولا که من نفهمیدم اون خانم وکیلشونه چی شونه؟ اگه وکیلشونه چرا اون پیجاشون حرف نمیزنه؟ و مثلا اینکه کلا پرونده شاکی خصوصی نداشته و یه حکم دولتیه. آره، و توی اون سکانس دادگاه میگن که اردلان رو 2 سال پیش کشتن. این دقیق‌ترین دیتایی که دستگیرمون میشه تو ادامه مرگ اردلان تو قسمت 1. و بقیه سکانس ها هم بازم مربوط به گذشته است و پر از ابهام. اولین پلان واید دادگاه دقیقاً وقتی که قاضی میگه شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی. تا قبل اون چشممون یه فضای بسته و خفه رو دیده و دوست داریم دیتای بیشتری از اون محیط بگیریم. من این رو از لحاظ تکنیکی دوست داشتم. دقیقاً خوب جایی تا خوب جایی منتظر نگه میداره مخاطب رو و خوب موقع دیتا رو براش رو میکنه. و همین دلیل هستم این که این خط داستانی نامرتب هم تکنیکی که اسدی زاده میتونه خوب از پسش بر بیاد. و توی پلان های گذشته متوجه خیلی چیزا میشیم. علی مصطفی و ماجرای اون تیزرش که میگه شب بخیر گلای من رو میشه. میفهمیم بحث مافیای مواده. تو این قسمت دوباره نرشنگویی داریم. حرفای مبهم قاضی و حرفای عدالت خواهانه نماینده دادستان که ما رو از جهان بینی شاگاه میکنه و دلیل تون بودنش تو دادگاه رو برامون توجیه. یکم این دیالوگای نرشن سطحی بودن. انتظار بیشتری داشتم از کارگردانی که تو این سطح قصه‌گویی میکنه. ولی خب هیچ نرشن بی جایی نداریم. همش میتونن سر یه رشته باشن دو کلاف این داستان. با این دادگاه و گفتن اینکه اردلان رو 2 سال پیش کشتن، ما میفهمیم که این دادگاه اصلا ربطی نداره و هنوز به ماجرای اصلی که آخر قسمت یک اتفاق افتاد نرسیدیم. ولی خب چند تا فرضیه وجود داره. اول اینکه اصلا بابای اردلان اعدام شد یا نه؟ دوم اینکه بابای اردلان رفیقش سر چی مرد؟ و رئیس بیمارستان واقعا بابای اردلان از ساختمون انداخت پایین یا نه؟ اگه انداخ واقعا این کار اثر عصبانیت بود؟ اینا سوالاتی که بعد تو ادامه سریال جوابشو بگیریم. یه سوتی داشت سریال، اون اولین پلان از علی مصطفی که موزیک انتخاب میکنه و اسم کاراکترش تو سریال یادم نمیاد، دستشو میکشه روی صفحه و رول رو میچرخونه که موزیک مورد نظرش رو پلی کنه، ولی در واقع یه رول تکراری رو همون آهنگی اول دست گذاشته بود انتخابش میکنه. این یه چیز مزخرف بود. این تاکید اون خانم رو خوابیدن علی مصطفی رو هم نفهمیدم. آره، و اینکه کل ماجرای مرموز بودن مهمونی میفهمیم که از قبل براش برنامه داشتن. اصلا کلا برنامه‌شون یه چیز دیگه است. اما آیا برنامه‌شون به هم خورد یا برنامه تو برنامه بوده و همه اتفاقات طبق پلن بوده؟ حالا پلن کی از همه اینجا سرتر بود و از بالا داشت همه چیز مدیریت میکرد؟ نمیدونم. ولی مثلا دعوای اردلان و خانومش هم یه سوء تفاهم بوده، همونطور که مشخص بود تو قسمت دوم، یا باز اون هم اثر مواد مخدر بوده. در کل سریال خوب عمل کرده تا اینجا، جذابه. آره، من به شخصه منتظر قسمت بعدشم. باید چی میشه؟ لایک و سابسکرایبتون نره. ما یه چنل نوپایم که حمایت شما به شدت ما رو خوشحال و امیدوار میکنه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.